در موردی که چرا اقداماتی در حوزه خودرو اتفاق میفته برای مردم محسوس نیست، این رو من در واقع میتونم تایید بکنم که شاید برای عموم مردم، البته تا اینکه این ارزا که خب خیلی بیشتر شده دیگه، ما آمار در واقع معوقات رو که نگاه بکنید، باز من مقایسه میکنم 4-5 تا 9 شهریور، یعنی تا 9 شهریور سال 1400 تا 9 شهریور 1401 تا 1400 25400 تا ما معوقه داشتیم، یعنی خودرو فروخته شده بود، زمان تحویل گذاشته بود 25000 تا معوقه شد، الان 12000 14000 تا است. طبیعتاً اینجا یه 10000 11000 نفری نسبت پارسال بیشتر خودرو گرفته، اما این محسوس نیست برای عموم مردم. یا خدمتتون عرض بکنم که خودرو ناقص، حالا من کار ندارم چقدر کاهش پیدا کرده، تحویل خودرو پارسال تو همین مدت تا 9 شهریور 360000 تحویل شده بود، امسال 454000 تا 26% رشد. خب ما نگاه میکنیم توی تحویل 26% رشد داریم، توی معوق 30% کاهش داریم. این که اتفاقی افتاده مشخصه، اما اینکه عموم مردم زمان در واقع مطلع بشن، ما یه زمان 2 ساله رو گفته بودیم دیگه، ما گفتیم اصلاح صنعت خودرو این مسئله 10 ساله صنعت کشور 2-4 سال طول میکشه. این 4 سال رو به 3 دوره زمانی تقسیمش کردیم، دوره اولش تا پایان امساله، و گفته بودیم که بعد از 2 سال این تغییر برای عموم مردم محسوس میشه. پس الان اتفاقاتی افتاده، اما اینکه عموم مردم نسبت به صنعت خودرو ذهنیتشون تغییر کنه، هنوز لازمه که کارهای بیشتری انجام بشه که رضایت مردم ان شاءالله جلب بشه.